درود به شنوندگان یا بینندگان گرامی پادکست گرد آتش، به این قسمت جدید خوش اومدید. امروز صبح که میخواستم بیدار بشم تصمیم داشتم که صبح خیلی زود بیدار بشم، ساعت 7:45 ساعتم گذاشته بودم، خیلی هم کم خوابیده بودم. یهو دیدم خیلی نور شدیده، یعنی همینجور که خواب بودم اینو حس کردم. از توی تخت پریدم بیرون که اوه الان ساعت 8:10 است. چه ساعتی هست؟ چون که وقت اینجا ساعت 8 با سید مهدی عزیز قرار داشتیم. خوشبختانه دیدم که ساعت 6:30 و من از اون موقع دیگه نخوابیدم که در خدمت سید مهدی باشیم. خب سید مهدی زروان، از خودت بگو، از زروان بگو و بگو که چجوری شد کارت به اینجا کشید؟ از بیت کوین شروع شد یا از اقتصاد اتریشی شروع شد یا از چه نقطه شروع کردی که کار به زروان کشید و کار به صحبت در مورد بیت کوین رسید؟ من ممکنه الان تصویرتو قطع کنم به خاطر سرعت اینترنت. خب من ویدیو رو قطع کردم، بفرما سید مهدی جان. خب سلام و درود، امیدوارم که حال شما و همه شنوندگان عزیزتون خوب باشه، عیدتون هم پیشاپیش مبارک. عرض خدمت شما بشه، حالا من اگر بخوام خیلی خلاصه داستان خودم تعریف بکنم، 2.5 سال پیش من از بورس ایران وارد این فضای مالی شدم، یعنی حدودا 6-7 ماه قبل از اون هایپ معروف، و به نوعی درگیر مارکت کریپتو هم شدم. و ابتدای کار من حدود یک سال و نیم صرفا بازار مالی بود و یه جورایی به چشم بازار مالی میدیدمش، ولی بعدها که حالا یه مقداری دچار شکستای زیادی شدم، به جای اینکه برم حالا سراغ کلیشه های همیشگی که توی بازارهای مالی تکرار میکنند، نمیدونم تحلیل فلان رو یاد بگیر، مدیریت سرمایه رو یاد بگیر و امثال هم، رفتم ببینم که اصلا ماهیت و فلسفه اقتصاد چیه. و من مهندسی معدن میخونم و متوجه شدم اونجا که کلن رشتم اشتباه اومد، باید میمادم اقتصاد میخونم، میمادم مالی میخونم، چون علاقم خیلی شدید بود به این موضوع. کتابای زیادی رو شروع کردم مطالعه کردن، از اقتصاد ایران بگیر تا اقتصاد اتریشی، و کم کم به نوعی آشنا شدم با فضای اقتصاد پولی. در یه نقطه ای به توصیه آقای جوادی چند تا کتاب در حوزه اقتصاد اتریشی معرفی کردن و من شروع کردم به خوندنشون و خیلی با این محیط اون سرجیه پیدا کردم. و خب در میان همه اینها هم بیت کوین چیزی بود که خیلی منو به اون آرمان اقتصادی درستم نزدیک می‌دیدن، و بنابراین شروع کردم به تولید محتوا توی این حوزه. اولش یه حدود زیادی دلی بود و اصلا انتظار حمایت رو هم نداشتم، ولی خلاصه گذشت و گذشت تا جایی که خیلی بچه های بیت کوینر، خصوصا آقای ضیا صدر، آقای نوید گلپور و امثال هم توجه رو زیادی کردن، حمایت رو زیادی کردن، و بنا به این تصمیم شد که با مشارکت آقای گلپور یه پادکستی درست کنیم، یک فضای حرفه‌ای، و با مشارکت بچه‌های سایت منابع فارسی بیت کوین یه مقدار کاراش هم اوکی شد، تجهیزات لازمش هم آماده شد و زروان بالاخره راه افتاد بعد از یک فصل از کتابخوانی صوتی بیت کوین، و خیلی حرفه‌ای‌تر و تمیزتر شروع به کار کردیم و خدا رو شکر تا الان سعی کردیم که مطالب خوبی در این حوزه منتشر کنیم، بیان کنیم، و بیشتر استراتژی پادکست زروان، رسانه زروان، تمرکز روی حوزه پولی و مالی بیت کوین هست و زیاد خیلی به مباحث فنی اون کار نداریم، چون من از نظر خودم بحث مالی و اقتصادی و پولی بیت کوین خیلی فراتر از مباحث فنی هست. این بود از یه خلاصه از داستان زروان. بسیارم زیبا. حالا صحبت عید کردی اول صحبتت، منم پیشاپیش تبریک میگم و یه چالشی که دارم امروز، یه چند تا کار دیگه دارم که باید انجام بدم، ولی چالشی که دارم میخوام امروز
پادکست رو قبل از اینکه دیگه وارد سال نو بشیم، میشه 1401 درسته، قبل از اون میخوام که آخرین پادکست این سال رو توی همین سال بیرون بدم. امیدواریم که این هدف با وجود کارهای دیگه که دارم باز بتونم بهش برسم. حالا یه چند تا سوال از دل همین صحبت هایی که کردی بر اومد. ببخشید میونه حرفتون قبل از این کنم سراغ سوالا، این چالش بکنم، چالش اکثر پادکسترهای ایرانی خصوصا پادکسترهای حوزه بیت کوین و کریپتو است، چون هم زیا هم من هم یک اپیزود داریم و تمام تلاشمون اینه که قبل از نو شدن سال اینو تحویل جامعه بدیم. نمیدونم که موفق باشیم یا نه. امیدوارم که بشیم. و یه چیزی ما اصطلاحی داریم، حالا نمیدونم توی استان فارس هست که توی شهر خودمون، که نباید بذاریم سال روش تحویل بشه. مثلا اگر که رخت های نشسته داری نباید بذاری سال روش تحویل بشه، وگرنه تا آخر سال بچگونه میاره اون همیشه رختات کثیفه. اگر که یه کار نیمه تمام گذاشته باشی واسه بچگونه میاره. حالا ما هم میخوایم این پادکست ها سال روشون تحویل نشه. حالا این اصطلاحی که میگم کل ایرانه یا بیشتر به محله خودمون مربوط میشه؟ بکنم بیشتر توی فارس استفاده شد، چون حالا من نشنید. اوکی. به هر حال این چالشی که داریم که میخوایم سال روی پادکستامون تحویل نشه. میگم حالا این همه منابع اقتصادی بود، این همه منابع به اصطلاح مینستریم یا جریان اصلی بود، چجوری شد سر از اقتصاد اتریشی در آوردی؟ آخه ما وارد اقتصاد که بشیم بیشتر با همون منابع رایجی که در زمینه اقتصاد کینزی هست آشنا میشیم، همیشه با اصطلاحات و روی کرد اونها به بازار آشنا میشیم. چجور شد که سر از اقتصاد اتریشی در آوردی؟ ببینید وقتی که یه جوره خوددانشوی اقتصاد باشید، یعنی خودتون بخواید اقتصاد رو بخونید، حد ان خیلی آکادمیکتور و با یک برنامه از پیش تعیین شده مثل دانشگاه و فضاهای آکادمیک وارد نمیشید. ابتدا وارد فضاها و کتابهای کینزیانی نمیشید و یه جوری خودتون انتخاب میکنید که چه کار بکنید و بسته به اون نگرش فکری و ارزشهایی که حالا دارید. مثلا من ارزشهایی خیلی زیادی که دارم آزادی است، خط قرمزایتون و اون خط قرمزایی که مشخص میکنید، چند تا کتاب رو تست میکنید، چند تا کتاب رو میخونید و بعد میفهمید با کدومشون بیشتر یک انطباق بیشتری میپذیرید. خیلی اگه بخوام جزئی بگم، دو تا کتاب که واقعا تأثیر شگرفی گذاشتن روی این مطلب، یک کتاب خصوصی سازی پول، دکتر امیر جوادی ترجمهش کرده از آقای فون هایک، و کتاب دوم که واقعا یک کتاب بی‌نظیر بود، کتاب سیف‌الدین آموز استاندارد بیت کوین. این دو تا کتاب، خصوصا کتاب دوم، شاید به ظاهر اسمش استاندارد بیت کوین باشه، ولی وقتی شما این کتاب رو بخونید قشنگ متوجه اون شفافیت بیت کوین، اون شفافیت مالی این فضا میشید و اونجا هسته که اون انطباق رو با ارزش‌های خودتون میبینید و به همین سمت بیشتر علاقه پیدا میکنید، بیشتر میرید مطالعه میکنید. من همیشه هر وقت که منابع کینزیانی رو میخوندم انگار یک سری معادلات و متغیرهای مجهولی بود، هرچی تلاش میکردم نمیتونستم بفهمم شد، هرچند هرچی جلوتر اومدم هم دارم میفهممشون الان به مقدار، ولی باز هم میتونم به جرئت بگم اقتصادی مثل اقتصاد اتریشی بسیار شفافتر برای من. چند وقت پیش با آقای مالکی، صالح مالکی از پادکست اینوست پلاس داشتم راجع به همین موضوع صحبت میکردیم و یه جورای جدال بین اتریشی ها و کینزیان ها رو مطرح میکردیم. یه جورایی حرف قشنگی صالح زد به من اون موقع، گفت که ببین ما هممون میدونیم که سیستم مالی دنیا در حال حاضر یه جورایی یک تخلبه، یه جورایی یک به نوعی دروغ میتونه باشه. از سال 1970 به صورت موقت استاندارد طلا کنار گذاشته شده و این چه موقتیه که همچنان تموم نمیشه، ولی واقعیتش ما دانسته هامون خیلی کمه و نمیتونیم قاطعانه راجع به هر چیز نظر بدیم. من 6 ماه پیش اگر ازم می‌پرسیدین قاطعانه اقتصاد کینزیانی و
کینزیان ها رو متهم میکردن به کلاهبرداری مطلق. ولی اگه امروز ازم بپرسن میگم نمیدونم. واقعا حجم نادانسته ها توی این فضا انقدر زیاده که ما وقتی به بالاترین آدم های این حوزه توی کشور خودمون میرسیم، مثل آقای جوادی، مثل آقای خالقی که جز بهترین اتریشی های حال حاضر هستن، جز نویسندگان مطرح این حوزه هستن، بین همونها هم سوالات زیادی مطرحه که خودشون هم جوابشو دقیق نمیدونن. ما کی باشیم که حالا بخوایم دقت و با دقت بگیم که نه قطعا اتریشی بهتر است؟ مجهولات که زیاده، ولی خب من حالا نظر شخصی خودم اینه که اقتصاد کنزی همونجور که گفتی حالا یه چیز تقلبی و اینها هست، یه دیده یه رویکرد تند نسبت بهش همچنان دارم. حالا چیزی که واسم جالبه و میخوام شعر بدی، و اتفاقا قبل از اینکه اصلا پادکست رو شروع بکنیم و داشتم به پادکستات گوش میدادم، توی ذهنم داشتم که این سوال ازت بپرسم، چون که حالا توی حالا بیشتر صحبت مهمانات بود که یه مدیر به اصطلاح یک راننده برای اقتصاد میتونستن متصور بشن و میگفتن که میتونه مثبت بشه، لازم هست، ضروری هست که یک راننده داشته باشه. حالا مثالی که مهمان توی برنامه میزد فامیلشون رو به خاطر ندارم. حالا میخوام بدونم که نظر خودت در مورد راننده برای ماشین اقتصاد چی هست؟ آیا حضور یک راننده رو ضروری میدونی یا ضروری نمیدونی؟ و به طور کلی چه چیزهایی هست توی اقتصاد کنزی که در موردشون تردید داری و با قاطعیت قبل بهشون حمله نمی کنی؟ ببینید، در جواب سوال اولتون اگر بخوام بگم، من واقعا معتقد هستم که کارها توی اقتصاد قطعا به وسیله بازار آزاد به بهترین شکل ممکن انجام میپذیره. اصلا بنای مفهوم اختلاف اقتصاد اتریشی و کینزیانی بحث پولیه. یعنی اقتصاددانان کینزیانی معتقدن همه جا باید بازار آزاد باشه ولی حوزه پولی در انحصار دولت باشه. ولی خب اتریشی میگه نه، همون حوزه پولی هم در اقتصاد در بازار آزاد شکل بگیره. منشأ اختلاف اینجاست. و واقعیتش رو بخواید، به نظر من اصلا نیازی به فرد یا انسان یا آدمی که راننده باشه نداره، نداریم واقعیت به نظر من، چون بازار میتونه به بهترین شکل ممکن این کار رو انجام بده، ساختار میتونه این شکل رو انجام بده. مشکلی که ما توی اقتصاد خودمون رو هم داریم اینه که همه به دنبال فرد و فردگرایی هستن، نه به دنبال ساختار. در پاسخ به سوال دومتون که گفتین چه چیزایی محلش و شائبه من در مورد اقتصاد کینزیانی هست که هنوز با شک و تردید نسبت بهش صحبت میکنم، واقعیت اینه که من برمیگردم به عقب و تاریخچه حالا اقتصاد کینزیانی رو مقدار میخونم، به نوعی میبینم شاید همه چیز از قبل تعیین شده نبود، یه جور توری توطئه نمیتونم بچینم و پیش خودم میگم یه سری اتفاقات و سلسله اتفاقاتی افتاد که دنیا ناچارن سمت این حوزه اقتصادی اومد توسط افرادی که واقعا دانسته های خیلی زیادی هم نداشتن، اشتباه فکر میکردن و منافع زیادی رو هم واسه بعضی از افراد تامین میکرد، ناچارن به این سمت آمد ولی ماند. ولی من در حوزه حوزه‌ای تردید دارم، بیشتر در حوزه خلق پول. من از بزرگترین اقتصاددانان کشور هم که میپرسم، مثل آقای ناظران، مثل مصاحبه‌ای که با آقای مالکی داشتم، هنوز در پاسخ به این سوال من آیا ایجاد پول و امهای نقدینگی، امهای اون پول در آینده آتی باعث رشد اقتصادی میشه، هنوز خیلی ها بالواقع نمیتونن یک پاسخ متمرکز و یکسانی بدن و من با حداقل دانش خودم نمیدونم که واقعیت حرف اقتصاددانهای اتریشی 100% درسته یا نه. من اینجا هنوز محل شایبه دارم و اونقدر علمم نمیرسه که بخوام نظری بدم. هرچند میگم اونهایی هم که در بالاترین رتبه های علمی هستن محل بحث و گفتگو دارن توی این حوزه. ولی خب واقعیتش رو بخوای خودم طرفدار اقتصاد اتریشی هستم و بیشتر دوستش دارم. از طرفی هم خب میگم نمیتونم با قاطعیت
نظر خاصی بدم توی این موضوع. یه چیزی که جالب بود باز توی همین توضیحی که دادی در مورد آشنایی با اقتصاد اتریشی این بود که یعنی یه جوری مزیت غیر اکادمیک خوندن چیزهای مختلف رو می‌بینی. حالا تو به عنوان یه نفر که به بیت کوین علاقه منده، یه نفر که به اقتصاد اتریشی علاقه منده، مطمئناً به خیلی چیزها، یعنی همین جوری هم که توی شخصیتت می‌بینم، توی پادکست می‌بینم، به خیلی چیزها شک داری. اینجوری نیست که یه چیزی از بالا بیاد تو هم قبول بکنی، یه چیزی توی رسانه گفته بشه و تو قبول بکنی. و یه اتفاقی که میفته اینه که میبینی توی جریان‌های اصلی، توی مینستریم خیلی دروغ ها هست و یه خوبی اکادمیک کار نکردن همینه که با یه منابعی آماده میشه، یه چالش های خودشو داره، خودت باید درس ها رو واسه خودت تدوین بکنی، کتاب ها رو برای خودت برنامه ریزی بکنی و انتخاب بکنی. اما این مزیت بزرگ رو هم داره که از اون جریان اصلی به دوری و این آزادی رو داری و میتونی به یه محیط های وارد بشی که دانشجوهای خود همون رشته هم نمیتونه واردش نشدن و حتی خیلی جاها اصلا چیزی در موردش نشنیدن. میخوام حالا با این توضیحی که دادم، حالا بخوام به صورت یه سوال برای ادامه بحث مطرحش بکنم، نظرتو در مورد حالا آکادمی یا به طور کلی در مورد دانشگاه و تحصیلات دانشگاهی چیه؟ واقعیتش رو بخواید، من این موضوع خیلی جالبه که همین چند وقت باش درگیری بودم. من توی درسی که میخونم مهندسی معدن توی ترم 6 یک واحد داشتیم به اسم اقتصاد معدنی و مباحث این داستان و این درس از اقتصاد پولی شروع میشد، از مفهوم ارزش زمانی پول و نرخ بهره و امثال هم شروع شده بود و عمده مباحثی که ما داشتیم به حساب می‌گذروندیمشون یک سری مباحث تئوری که خیلی ساده در حوزه پولی بود. من 4-5 جلسه اول اصلا شرکت نکرده بودم و بعد که توی جلسه چندومش نمیدونم بود شرکت کردم، کویز داشتیم و خلاصه که یه سری مسائل داده شده بود، مسائل ریاضی داده شده بود که خب من حالا چون فرمولاشو بلد نبودم نتونستم اونقدر خوب عمل بکنم. بعد یه مقدار که اون کویزه تموم شد داشتیم با استاد صحبت میکردم اینا، دیدم شاید من حالا اون 4-5 تا فرمول رو بلد نبودم، ولی درکی که اون استاد ما، اون شخصیت حالا فرهیخته ما داشت از اقتصاد و مباحث پولی، درکی بود که خیلی ساده و مربوط به مثلا 20 سال 30 سال پیش بود، دانسته های 20 سال 30 سال پیش خودش رو داشت تکرار میکرد در صورت و برای اون استاد اون لحظه مهم بود که من اون مسئله رو پاسخ کنم، من اون جواب اون سوال رو فقط بدم. و وقتی که وارد مباحث تئوریک شدیم، اونقدر دقیق راجع به پارامترهای پولی و ارزش زمانی پول واسهشون صحبت کردم، من از کلاس ریموف کرد، گفت اصلا شما جات اینجا نیست، باید بری بیرون، برای من جه اومدی ادعا میکنی. و این اتفاق افتاد. بعدش من دقیقاً یاد همین قضیه افتادم که توی مباحث آکادمیک، حالا نمیدونم همه جا اینجور باشه، خب واقعیت تو شهرستان و دانشگاه ضعیف‌تر هستن، ولی تو مباحث آکادمیک یک سری چارچوب استاتیک و سختی به نظر من تدوین شده از خیلی سال پیش و تغییرم نکرده. گفتم شما باید با مطابق با همین چارچوب استاتیک بیره جلو، دانشجوها رو از این به حساب تابع رد کنید، هر چی بود از این تابع ردش کنید، یه چیز یکسان به ما تحویل بدید. در صورتی که واقعیت توی دنیای آزاد اصلا اینجوری نیست. من الان حدود یک ساله که با یک تیمی از بچه های خیلی حرفه‌ای حوزه فاندامنتال و بنیادی بورس دارم همکاری میکنم، به عنوان دانشجو زیر نظرشون هستیم و این مباحث ارزش گذاری و بنیادی دنیای مالی رو یاد میگیرم. و واقعیت اونجا بود که فهمیدم که کاری که توی ساختار آزاد، توی ساختار بدون اون چارچوب استاتیک باشه، خیلی قشنگتر، حرفه‌ای‌تر و زیباتر در میاد، چون افراد میتونن انگیزه های خودشون رو پیدا کنن، فرصت ابراز اون دانش خودشون دارن
و مهمتر از همه اونها فرصت انتخاب دارن، میتونن انتخاب کنن که از چه جایی بعد ادامه بدن، از چه جایی بعد ادامه ندن، و همه افراد بهای انتخاب های خودشون رو میدن. یه نفر که حالا انتخاب میکنه ادامه بده، اگر اون مسیر درستی باشه، در نهایت به جای خوبی میرسه. ولی متاسفانه توی ساختار آکادمیک، حداقل از نظر من، به این شیوه خیلی جوابگو نیست برای ما. اینجا یه نکته کوچیکم بگم، خیلی صحبتمو طولانی نکنم. من باز توی همین حوزه، اتفاقی که واسم پیش اومد این بود که به خاطر همین بحث ارزش‌گذاری صنایع، یک دوره صنعت رو گذرونده بودیم مربوط به صنعت فولاد، و خیلی حرفه‌ای شده بودم دیگه توش به نسبت بقیه بچه‌های رشته خودمون توی دانشگاه. خیلی ریز جزئیات رو می‌فهمیدم. یه بار داشتم با یکی از همکلاسیامون که به حساب بهترین بود از لحاظ درس صحبت می‌کردم، با اینکه می‌پرسیدم ما مهندسی معدن ترم 6 هستیم، کوچکترین درکی از فرایند تولید فولاد و استخراج سنگ هم نداشت. از چند نفر دیگه‌شون هم بپرسیدم، اون هم ندارن. اونجا بود که متوجه شدم نه، واقعیت اینه که خیلی کار خوبی میکنم، که خیلی به فضای آکادمیک شاید اهمیتی نمیدم و خودم این کار انجام میدم. هرچند که خود دانشجو بودن یه جورایی هم نه مدرک برات میاره، نه به حساب هیستوری قابل استنادی واسه خیلی جاها میتونی داشته باشی، اون برنامه‌ریزی به انگیزه داشتن قوی است، مستمر اون رو انجام بدید، اون رو پیش رو بگیرید تا به اون جریان هایی که میخواید برسید. ولی واقعیت اگر توی این حوزه ثابت قدم باشید، مطمئن باشید زیر آدم هایی میفتید، سمت منتور هایی میفتید که ارزشش دارن، مثل خیلی از آدم های زرد و شو هستن نیسته، مثل آدم هایی که به نوعی فقط دنبال نشون دادن نیستن، یعنی سراغ آدم هایی باشید، کسایی که خیلی به قول من بالاتر از این حرف هم. من یکی از کسایی که اینجا دوست دارم ازش تشکر کنم تو این حوزه، یکی آقای ضیاء صدر که واقعا دمش گرم، خیلی منو تشویق کرد تو این حوزه، و یکی هم آقای جوادیه که واقعا به نظر من میتونه تو این حوزه پدر حوزه اقتصاد پولی تو ایران باشه. دمشون خیلی گرم و تو این ساختار که من میخواستم یادگیری کنم خیلی کمکم کرد. محیط آشنایی من با محیط بیتکوینی ایران و کلن بیتکوینرهای ایرانی از طریق ویدیوهای ضیا بود، یعنی یه طوری از طرف استمد و بعد با ضیا از اونجا آشنا شدم. و حالا این آشنایی از طریق استمد بود، ولی این تماس برای منم از طریق ضیا بود. واقعا دمش گرمه. خب چند تا قسمت قبلی هم در خدمتش بودیم، ویدیویی داشت در مورد درست کردن کیف پول کولد استوریج، که وقتی که من این ویدیو رو دیدم اصلا چقدر ساده توضیح داده بود، و بعد به خود تکنولوژی هم که نگاه میکنی اصلا حیرت برت میداره که میتونی به صورت آفلاین یک کیف پول داشته باشی و حتی ازش خرج بکنی. ما حالا توی بیتکوینرهای توییتری این رسم شده که چشمامون رو لیزر گذاشتیم توی عکسامون، که حالا برای زمانی که شرط گذاشتیم تا زمانی که بیتکوین به 100,000 دلار میرسه. وقتی که من این ویدیو رو دیدم، یه حس همینجوری که لیزر دیگه داشت واقعا از چشمام در دنیای واقعی میزد بیرون، یه عالم تکنولوژی که واقعا بزرگی داره که حیرت آوره، واقعا حیرت آوره. یعنی تکنولوژی هست که هیچ وقت مثالش رو ندیدم. یعنی تکنولوژی هایی مثل خب اینترنت خیلی تکنولوژی بزرگی هست، ولی یه چیزی مثل بیت کوین واقعا، و چیزی که در ادامه و در کنار اون ساخته شده، واقعا حیرت آور و غیر قابل تصوره. خیلی خیلی حیطه جالبی هست. اینم حالا یه صحبتی از ضیا. جانم چیزی خواستی بگی؟ من یه صحبت میتونم بکنم، خیلی به نظرم وقتش اینجاست. این که خب ما خیلی هامون با این قضیه لیزر و چشمای لیزری واسه بیت کوین 100,000 تایی آشنا شدیم، ولی من واقعیت اصلا حس خوبی نسبت به این ماجرا ندارم. چرا؟ اینکه حالا ما
مطمئن هستیم بیت کوین واقعا یک تکنولوژی خیلی خوبه، یک پول خیلی خوب هست، ولی صحبتی که میشه اینه که متاسفانه اکثر افراد توی این فضا به دنبال این هستن که 1000 تومنشون بشه 2000 تومن، 3000 تومنشون بشه 10000 تومن، و با این وعده وعیدها سمت کریپتوکارنسی. من چند روز پیش رفته بودم کلوتای شهرداد واسه به حساب برنامه تفریحی داشتیم، و چند نفر اونجا که منو دیدن متوجه شدن که من پادکست دارم توی این حوزه، اومدن ازم سوال پرسن و کلا بیت کوین و دنیای کریپتوکارنسی رو با نمودار، با چارت، با قیمت میشناختن، با بازار مالی میشناختن، گفتن چجوری سود کنه. اصلا روی مبحث اصلی چیز نمیشدن، فوکوس نمیشدن. من خودم میگم از همون چارت و نمودار رو شروع کردم، بعدها متوجه شدم نه اصلا اصل ماجرا چیز دیگه ای، مهم نیست که حالا بیت کوین بشه الان 5000 دلار، فردا بشه مثلا 6000 دلار. به قول آقای مالکی حرف قشنگی میزد، میگفت از بین تمام بیت کوینرای ایرانی فکر کن فردا بیت کوین میشه 1000 دلار، چند نفرشون مثل زیاست، چند نفرشون مثل آقای جوادی و امثال هم حاضر هستن که باز همون اعتقادات قبلی که راجع به بیت کوین داشتن چه خوب و بد رو نگه دارن. ممکنه 2 نفر 3 نفر اصلا 10 نفر اینجوری باشن، ولی خیلی دیگه واقعا اینجوری نیستن. و مهمترین قضیه به نظر من تو این ماجرا اینه که باید یه جورایی این مفهوم پولی، این ساختار پولی و این کارکرد بیت کوین تبیین بشه، تعریف بشه، جوری که دیگه واژه خود بیت کوین اصلا برای ما مهم نباشه، این کاری که بیت کوین میکنه مهم باشه. همون صحبتی کرد گفتید راننده نباید داشته باشیم، به نظر من راننده به اسم بیت کوین نیاز نیست، همین ساختار بیت کوین مهمه و ما باید این آگاهی رو بالا ببریم که اگه 2 روز دیگه فرضاً اسم بیت کوین از این رفت، این سیستم کلا نابود شد به هر دلیلی، ما که از آینده خبر نداریم، متوجه باشیم که ساختارش چی بود، چه ارزش‌هایی رو من نشون داد، و بفهمیم که آره ساختار مالیاتی باید از این ارزش‌ها پشتیبانی کنه. اینجوری به نظر من خیلی بهتره و حتی توی کلاهبرداری‌ها و شیت کوین‌ها هم کمتر موفق میشن این کارو رو انجام بدن. کاملا با حرفت موافقم و چقدر خوب که اینو هم مطرح کردی، که چون که توی یکی از گزیده‌هایی که از پادکستام که زبان انگلیسی بود با مهمونی که داشتیم در مورد همین قضیه صحبت کردیم، با وجودی که خود من عکسم چشمام لیزریه و همون کسی هم که باش صحبت میکردم چشمش لیزری بود، همین دیدگاهو داشتیم که همه چیز بیت کوین قضیه قیمت نیست. قیمت گویای خیلی چیز هست، یعنی قیمت اهمیت داره، چون که نشون دهنده این هست که چقدر اداپت شده، چقدر اتخاذ شده، چقدر مردم نسبت بهش اقبال پیدا کردن، چه کسی از جامعه بهش علاقه داره و به سمتش کشیده شده، اهمیت هایی رو داره. اما قیمت بیت کوین همه چیز واقعا نیست. قیمت بیت کوین همون تغییر ساختاری هست و اصلا به قول خودت گفتی که اصلا فکر کن که بیت کوین نابود بشه، به هر حال یه بحث هایی رو برای ما باز کرده و یه دغدغه هایی برای ما به وجود آورده که همچنان پا بر جا خواهند بود و اون دغدغه ها هستن که اهمیت دارن، نه یه دلار بشه 2 دلار و اینها. و کاملا با حرفت موافقم. در مورد یکی از نویسنده های مورد علاقه هم گفتی، سیف الدین عموس. سیف الدین عموس، از قبل از اینکه سیف الدین رو اولین بار صداش رو بشنوم، خیلی وقت بود که با بیت کوین آشنا بودم، ولی طوری که سیف الدین توی یک مصاحبه 1 ساعته که اصلا توی پادکستی بود در مورد تغذیه هم بود اصلش، طوری که در مورد بیت کوین صحبت کرد، اصلا شروع فصل جدیدی از زندگی من بود. و همون کتاب The Bitcoin Standard یا استاندارد بیت کوین، به نظرم حالا معیار واژه بهتری میتونست باشه، کتاب استاندارد بیت کوین اون قدری که در مورد خود اقتصاده، در مورد تاریخچه پول هست، در مورد خود بیت کوین نیست. و سیف الدین عموس کسی بود که من رو به اصطلاح انگلیسی اورنج پیل کرد، که منو وارد دنیای بیت کوین کرد و حالا اون بیت کوین ماکسیمالیسم و از این حرف ها. یه سوالی که واسم مطرح میشه،
کی تو رو وارد دنیای بیت کوین کرد و اورنج بیلت کرد به اصطلاح؟ و آیا حالا این سوال هم مطرح میشه، بهتر که فرض رو اینجوری در نظر نگیرم، آیا نگاه تو فقط به بیت کوین هست یا از بیت کوین به بعد رو کلا شت کوین در نظر میگیری، یا تعریف از شت کوین مثلا چیزهای غیر اتریوم و از این حرف هاست؟ این رو هم باید فرض نگیرم و ازت بپرسم، آیا فقط بیت کوین رو میپذیری؟ و اگر که چنین هست، ورود تو به این دنیا حالا و اگر ماکسیمالیست هستی، چه کسی نقش کلیدی درش داشت؟ خب بخواید بذارم از اول شروع کنم. این که من خیلی موافق هستم با حرفتون راجع به کتاب استاندارد بیت کوین. واقعا به نظر من اصلا اون واژه دوم که بیت کوین باشه نیست، یه جوری میشه گفت اصلا کتاب اقتصاد کلانه. انقدر این کتاب شیرینه و به مسئولیت‌های فردی، به اون ارزش‌های ما اهمیت خیلی زیادی میذاره و یه مقدار تلنگره واقعا برای من. خیلی کتاب شیرینیه. و بخوام بگم که من چجوری با این فضا آشنا شدم، واقعیتش حدود تقریبا 5 سال پیش بود، موقعی که من هنوز دبیرستان بودم، آن سال آخر دبیرستانم، یکی از دوستان اومد راجع به بیت کوین صحبت کرد. اون سال 95 بود، آره، راجع به بیت کوین صحبت کرد و اینا. و چون خب خیلی دانش اونقدر نبود، اونقدر دیتای وجود نداشت و خیلی کنجکاوی هم نبود، من بلافاصله بهش گفتم که علی رضا بی خیال این کلاهبرداری ها بشو و اصلا سمتین دور شده نرو و اینا، مشخص کلاهبرداری یعنی چی؟ بگیری الان بخری بعدم قرار پول آینده بشونه حرفا. و گذشت دیگه، من بعد از اون اصلا با این واژه بیت کوین خیلی نامانوس بودم و گذشت تا دقیقا فکر کنم شهریور 99، مهر 99 بود که یکی از بچه های جامعه کریپتوکارنسی که حالا داشتیم در مورد ترید صحبت میکردیم، در مورد آینده مارکت صحبت میکردیم، بیشتر اومد این قضیه رو برای من واکاوی کرد که اصلا بیت کوین چی هست، چه جوری هست و چه کارهایی داره. اون طرف هم خب متاسفانه شخصیت حالا نه معروفی هست، نه اینکه توی گروه سیمرغ هست، ولی خب کلا اسم و اینا هم نداره، اسمی که بخواد بگمش. ولی خیلی منو با این حوزه آشنا کرد، دمش گرم. و اونجا سرمنشأ این بود که من با این قضیه بیشتر آشنا شدم، ولی باز با چشم ترید. گذشت و گذشت، میگم تا زمانی که من دیگه راجع به این مباحث به روز به خودم اومدم، دیدم که این استراتژی من که بخوام فرضاً $1,000 می‌کنم، $2,000، $3,000، $4,000، این که همه فکر می‌کنن بیت کوین قرار بشه $100,000، خب این قطعاً بازی با جمع صفر، با خلاق قدوسی بازی که یه سری برنده میشن، یه سری بازنده میشن. خب اگه اینجوری یا اینجوری نیست، یا اگر اینجوری باشه کلاهبرداری، اگر هم اینجوری نیست باید برم ببینم چجوری هست. و اونجا بود که اولین کتابی که من باش آشنا شدم، اولین سایتی که من باش آشنا شدم، سایت منابع فارسی بیت کوین بود که ضیا صدر منو با این فضا آشنا کرد. یه جور ضیا پدر بیت کوین ایران میشه گفت، هست واقعا منو با این فضا آشنا کرد. و بعدش خیلی توصیه اکید کرد به خوندن کتاب استاندارد بیت. و من وقتی که این کتابو خوندم، کتابو تموم کردم، دیدم کلا فرق کرد نسبت به قضیه، کلا اصلا دیگه یه دید دیگه ای داشتم، یه چیزی که واقعا قابل تصور نیست. در رابطه با سوال دوم و بحث دومی که گفتید، حالا من بیت کوین ماکسیمالیست هستم یا نیستم، آخه تعریف دقیقی از بیت کوین ماکسیمالیست بودن ندارم، ولی من همه چیز رو بعد از بیت کوین شت کوین نمیدونم، برخلاف خیلی از بیت کوین ماکسیمالیستا که حالا شت کوین میدونن، من همه چیز رو شت کوین نمیبینم. از اون طرف هم خیلی چیزها رو شت کوین و کلاهبرداری مطلق میبینم، هایپ میبینمشون، شاید 80% 90% ماجرا. ولی من معتقد هستم که این اعتقادات شخصی ما هست که واسه ما تعریف میکنه چی شت کوین باشه چی شت کوین نباشه. وقتی که ما با مفهوم غیر متمرکز، مفهوم ناز توی اون حوزه آشنا بشیم که بفهمیم اصلا ما فرضاً یک کوین اومده میگیم میخوام پیام‌رسان دیجیتال باشم، پیام‌رسان دیجیتالی باشم که غیر متمرکزه، آیا این اصلا بهره‌وری داره؟ آیا این اصلا لازمه؟ ما نیازش داریم؟ خب شاید از نظر من نیاز باشه، پس من شت کوین ندارم.
شاید از نظر شما نیاز نباشه این بهره وری رو بیاره پایین، کار غیر بهینه است پس شت کوینه. و این مفهوم بیشتر به تعریف های شخصی افراد برمیگرده، ولی من معتقد هستم که حالا شاید امثال اتریوم و لارج مارکت کپ های امثال اتریوم به نوعی از نظر خیلی از بیت کوین ماکسیمالیست ها شاید یه جوری شت کوین باشه، ولی من به نظرم حتی همین کریپتوکارنسی ها، همین جریان حول کریپتوکارنسی ها، همین تلاش هایی که میشه یه جور کمک میکنه به اعتلای بیت کوین، کمک میکنه به این که بیت کوین بیشتر شناخته بشه، فضاش بیشتر یک فضای به حساب تکنولوژی محورتری بشه، یه مقدار رقابت زیاد باشه، چون نمیتونیم همه بچه هایی که حالا افرادی که تو این حوزه دارن کار میکنن دارن این همه کوین هایی با این حجم از حساب ساختار فنی بالا میارن، تلاش میکنن همه رو متهم به کلاهبرداری بکنن. قطعا ما از نبوغمون یاد نمیگیریم که بگیم نه بیت کوین بهتره بقیه همه خوب نیستن، ما از اشتباهاتمون یاد میگیریم. یک فضایی هست، یک پتانسیل بالقوه ایجاد شده در بین 10 تا 20 تا 30 تا که حالا حداقل میدونیم ویژگی کلاهبرداری ندارن، شاید از نظر ما موفق نشن ولی حداقل کلاهبرداری نیست. حالا این دیگه آینده نشون میده که این بازار آزادی که دارن کدومشون در نهایت پیروز میشه، کدومشون در نهایت به اون چیزی که ما میخوایم میرسه، اونایی که نابود میشن چه درسی به ما میدن، چه چیزی ازشون یاد میگیریم، و این اشتباهات هستن که در آینده سیستم مالی پولی رو برای ما تعیین میکنه. میشه اصلا فردا صبح یه کوینی اصلا بیاد به اسم اصلا سید کوین که این بیاد و به نوعی خیلی فراتر از بیت کوین باشه. ما باید یه جوری دیدمون جوری باشه که واقعیت بیشتر اون ساختاره واسه اون مهم باشه. حالا ببینیم بگردیم ببینیم از من 20 تا کدوم ساختارش واسه ما بهتر. حالا من از یه رویکرد بیت کوین ماکسیمالیستی به قضیه نگاه بکنم، یه خوبی بازار به اصطلاح کریپتو این هست که یه سری حالا رقیب یا همراه های راسی بیت کوین میاره و بیت کوین توی این فضا موفق بشه اتفاقا یه چالش بزرگتری هست. نه تنها باید اون پول های فیات رو یا پول های دستوری رو در کنار بزنه، باید این پول های کریپتویی هم که در کنارش هستن اینها رو در کنار بزنه و یه نبرد بزرگتری هست، و اگر از اون و اگر در اون پیروز بشه که به باور من با توجه به حالا اون پایه‌ای که داره این ارجحیت رو داره که بتونه پیروز بشه و خاطر همین هم هست که این همه موافقش هستن، این قدرت بالاتری رو نشون میده. مثلا بذار یه مثال خیلی ساده بزنم، مثلا مثل فیلم های بروسلی. بروسلی یه دونه است، چندین نفر میان بهش حمله میکنن و اونا که بهش حمله میکنن اونا رو همه شکست میده. حالا اگه این چند نفر، اول که یه نفر هست در برابر چند نفر، یعنی خودش یه قدرتی رو نشون میده، حالا اون چند نفره آدمای کوچیکی نباشن ولی مثلا چند تا استاد کوینفا از مدرسه های مختلف باشن، این نشون وقتی که اون یه دونه بتونه اونها رو شکست بده نشون میده که اون دیگه چقدر به اصطلاح خفنه، چقدر تواناست که میتونه اونها رو هم حتی شکست بده. به نظر من اون به اصطلاح میگن چالش اکسپتد، این یه چالش جالبی هست برای بیت کوین که میتونه قدرت بیشترش رو نشون بده. البته نمیخوام حرفم رو بر تو تحمیل بکنم، دارم با تاکید میگم که این نظر شخصی منه. نه اتفاقا اینجوری خیلی بهتره. میگم اصلا وقتی رقابت باشه اصلا میگم شاید فردا روزی بیدار شدیم دیدیم که اصلا اتریوم از بیت کوین بهتر بود، چرا نظرمون رو عوض نکنیم. من حرفم هم میگم ما مهم واسه همون اس نباشه، سیمبله نباشه، مهم این باشه که ساختاره واقعا چی هست. هرچند که میگم تا این لحظه قطعا از نظر من بیت کوین میتونه اون آینده ساختار مالی باشه، ولی خب این حرف رو نمیشه واسه 100 سال دیگه در نظر گرفت، 50 سال دیگه ممکنه نه یه چیز جدیدتری اصلا اومد و اوکی شد، یک پتانسیل بالقوه ای که حالا معلوم نیست کدومشون بالفعل باشه. حالا یه دونه، حالا نمیخوام خیلی کشش هم بدم ولی یه دونه چیز دیگه، یه مطلب دیگه هم بخوام اضافه بکنم، اینه که
قدمت هم یه اهمیتی داره، این که حالا قدمت بیت کوین نسبت به اتریوم و اینها بیشتره، این یه اهمیتی داره. و حالا مثلا یه چیزی که 150 سال دیگه میاد، باید از اون نقطه صفرش شروع بکنه به خودش رو اثبات کردن. مثلا بیت کوین این فرصت رو داشته که هولوش یه 10-12-13 سالی، اگه درست حساب کرده باشم فکر کنم 12 سال، 11-12 سال خودشون نشون داده که هک نشده، یعنی شبکه هک نشده و یعنی افراد زیادی به خاطر هک دارایشون رو از دست دادن. و این که تونسته تو این زمان این مانایی رو داشته باشه، این هم اهمیتی داره. یعنی یه چیز دیگه ای فرض بکنیم که 150 سال دیگه بیاد و از بیت کوین ویژگی های بهتری داشته باشه، مثلا ما از بیت کوین درس هایی رو گرفته باشیم و اون درس ها رو پیاده کرده باشه، باز این چالش رو داره که اون نقطه صفرش هست و باید از اونجا شروع بکنه به خودش رو ثابت کردن. یکی از پارامترهای اصلی پولی توی کتاب روند صعودی بیت کوین که من قبلا یادمه اشاره میکرد به بیشینه تاریخی پول. اگر بیشینه تاریخی پول و اون قدمت مهم نبود، قطعا امروز طلای هم وجود نداشت، قطعا امروز طلا اصلا به عنوان یک فلز معتبر شناخته نمیشد، همه میومدن سمت بیت کوین دیگه. و همین بیشینه تاریخی این اعتماد رو برای طلا ایجاد کرده که شاید سخت باشه سهم مارکت طلا رو دادن یک دفعه‌ای به بیت کوین. علتش هم قطعا یه صحبتی هم کردی که توی پادکستت فکر میکنم آقای جوادی بودن که مصاحبه کرده بودی، که همین صحبت نقل قول رو که شنیدم فوری رفتم دنبال قلم و کاغذ که یادداشتش بکنم، که ما از نبوغمون یاد نمیگیریم، ما از اشتباهاتمون یاد میگیریم. این حالا یکی از زیباترین حرفهایی بود که توی پادکستت واقعا شنیدن، که از چیزهای خیلی زیبایی بود که یاد گرفتم و حتما باید همون موقع یه چیزی پیدا میکردم. یادم تو آشپزخونه بودم، دستم هم خیس بود، باید سریع پازش میکردم یادم نره که برم این رو بنویسم. و خیلی درس داره که ما از اشتباهاتمون یاد میگیریم، ما از نبوغمون یاد نمیگیریم. یه میتونه یه خودش یه استدلالی باشه برای مبارزه با حالا مبارزه هم نجرا بخواییم حالا تفنگ علم بکنیم، برای نقد به نهادهایی مثلا حالا دانشگاه، مدرسه. ما توی مدرسه چیزی که یاد میگیریم اینه که نبوغ و اینکه جواب درست رو پیدا کردن اهمیت داره، ولی ما باید یاد بگیریم که امتحان کنیم، خطا کنیم، از خطاهامون یاد بگیریم. یکی از زیباترین حرفایی که واقعا شنیدم همین بود که ما از نبوغمون یاد میگیریم یاد نمیگیریم، از اشتباهاتمون یاد میگیریم. نه فقط در حوزه اصلا اقتصاد، این کتاب، این حرفی که آیه جوادی زد اینقدر حرف شیرینی بود که من 4-5 بار نقلش کردم از ایشون و توی همه حوزه‌های زندگی همیشه بعد از این جمله اصلا کلا نظرم عوض شد نسبت به خیلی چیزا. مال طور نیست اشتباه کردم توی این بخش از زندگیم، اوکی مردی نداره، ازش بیا یاد بگیرم. حالا من اونقدر نابغه نیستم مثلا اینشتن که بخوام حالا همه چیزو بلد باشم، پس بیا یاد بگیرم، استفاده کنم از اون قضیه. یه پادکستی هم داره، پادکست سکه اپیزود 42 پول خصوصی، باز مصاحبه با آقای جوادیه و خیلی این معنا و مفهوم و حوزه اقتصاد به حساب اتریشی رو بیشتر باز کرده که من واقعا پیشنهادش میکنم که هر کی دوست داره این قسمت از پادکست سکه رو مصاحبه با آقای جوادی حتما گوش بده، به خیلی مباحث قشنگی رو شروع میکنه. چیزی که از پادکست خودم متوجه شدم، پادکست سکه متعلق به خودت از گرداننده هاش هستی، چون که هنوز اون رو گوش نکردم و اینها، در مورد اون هم توضیح میدی؟ متوجه سوالت نشدم. یه بار پادکست سکه هم مال خودت اون رو میگردونی یا دوستات میگردونن یا کلا یه پادکست مستقلی از شماست از زوروان؟ نه پادکست سکه پادکست خیلی بزرگ و معروفه. من هنوز اونقدر چیز نشدم که بتونم یه همچین پادکست حرفه‌ای رو مدیریت کنم. پادکست سکه توی حوزه اقتصاد ایران فعالیت میکنه، کاری از بچه های دانشگاه تهرانه و یکی از اقتصاددانای خوب کشورمون آقای مهدی ناجی
محصولات چه برقی داره و به نوعی ساختارش مصاحبه با اقتصاددانای مطرح کشور راجع به مشکلات و معضلات جامعه بیشتر توی مباحث اقتصادیه. شاید خیلی به بحث ما ربط نداشته باشه، ولی خب در کل خیلی محتواهای خوبی توی این حوزه با آدم یاد میده، خصوصا توی حوزه همون جریان راننده مهم بودن یا ساختار مهم بودن. این خیلی واقعا دید آدم و نساد مسائل باز میکنه، هرچند که خوب کلن بچه های اکادمیک و اقتصادان های اکادمیک همچنان اکثر کینزیانی هستن، ولی میشه ازشون یاد گرفت. نباید، من اینجوری تاکید میکنم، نباید حالا بگیم چون صرفا طرف کینزیانی هست نمیشه چیز ازش یاد گرفت، اتفاقا میشه از اونم خیلی چیز یاد گرفت. یکی از کسایی که خیلی ازش یاد گرفتم اتفاقا یکی از اساتید اقتصادمون بود که دوری ارشد، که ترم یک ما باید یه درس اقتصاد هم پاس میکردیم و این استادمون شدیدن کنزیانه، ولی باید بگم که خیلی چیزا ازش یاد گرفتم به عنوان نقطه شروع. با خیلی از حرفاش بعدم دیدم که چقدر اشتباهات فاحشی داره و چقدر ما این اشتباهات فاحش رو، اشتباه بودنش رو روزانه داریم در زندگیمون میبینیم. ولی به هر حال هم جامعه اکادمیک یه قالبی داره که همون فانکشنی که گفتی، یه نفر از A میاد از این بر وارد میشه، از اون بر B تحویل میده، این نقد ها بهش وارد هست. ولی خب باید بگم که همیشه جا برای یاد گرفتن هست، بعضی موقع هم این یاد گرفتن همون قضیه یاد گرفتن مدل بهلول است. بهلول بود یا یکی دیگه بود که میگفت ادب است که مختی گفت از بیادبا چی لقمان. بود؟ لقمان حکیمیه، درسته، لقمان بود، مرسی. لقمان بود که ادب از که مختی ادب از بیادبان رو گفته بود. بعضی وقتا هم از اشتباهات اینها میشه یاد گرفت. یکی از اشتباهات که حالا تو ذهنم میاد، حالا خیلی هم ارتباطی با صحبت های قبلیمون نداره، اینه که بی ارزش کردن پول رو به عنوان یک فرصت میدونن برای اینکه کشورهای دیگه بیان از اجناس کشور تجارت. آره، تجارت رو میاد رونق میده. بعد یه چیزی که سیف دیناموس میگفت باشه، حالا ما بگیم فرض بکنیم این درسته، اول که باید یه ایده بطلان پذیر رو تعریف بکنن، یه حد رو تعریف بکنن، بگن که مثلا تا این حدش خوبه، از این حد به بعدش مثلا هایپر اینفلیشن یا فرا تورم چیز میشه، تلقی میشه. بعد یه حدی رو به هر حال تعیین بکنن، یه ادعایی رو بکنن که بشه ردش کرد یا قبولش کرد. مثلا اگر که اینجوریه، اگر بیارزش بودن پول، کردن پول میتونه کمک بکنه به اقتصاد اون کشور، الان چرا ما همه کالاهای ونزوئلایی نمیگیریم؟ الان ایران باید اقتصادش رشد کرده باشه. توی جی دی پی رشدهایی رو میبینیم که اون رشدها مسخره است، مثلا چون که جامعه کلا همه اجناسش به حراج گذاشته میشه به خاطر کم شدن ارزش پولش، میتونه تو جی دی پی هم تاثیر گذاشته باشه، ولی به معنی رشد اقتصادی نیست. ولی ما میایم سوئیس و ساعتاشو در نظر میگیریم، گرونترین ساعت‌های دنیا، ولی همچنان مشتری دارن، همچنان هم درآمد میارن، با وجود که این همه اقتصاد محکمی داره و اصلا قابل مقایسه با یه چیزی مثل ونزوئلا نیست. حالا اینا یا از کادر خارج شدم، خواستم این در و دل رو هم بکنم. جونم بگو یه موضوعی که گفتی، این که باید یه حد تعیین کنن، بشینن فکر کنن که آقا این که این حد خوبه، از این حد بعد بده. یا مثلا تو حوزه تعیین نرخ بهره توی خیلی از موضوعات دیگه، مثلا باید همیشه فدرال رزرو بیاد بشینه بگه آقا نرخ بهره رو چیکار کنیم، زیادش کنیم، کمش کنیم، نمیدونم. حتی تو کشور ما مثلا بیم این نرخ بهره، نرخ سود بین بانکی زیاد بشه، کم بشه، و اینکه آیا مشخص کنیم تا الان باید قیمت ارز سرکوب کنیم نکنیم، و همینجور استراتژی ها. به نظر من اینا کاملا عبث و بیهودهه، چرا که به قول آقای فون هایک که مثال قشنگی میزد توی همون کتاب سیف الدین آموز هم نقل شده بود، میگفت که همه اقتصاددان ها، همه سیاست گذارها و دولت مردا فکر میکنن که باید به عنوان ناجی وارد میدان بشن
تلاش بکنن بهترین جواب رو برای مسئله پیدا بکنن و اون رو به هر ترتیبی شده اجرا کنن، در صورتی که واقعیتش اینه که ماهیت ساختار اقتصادی اینقدر غیر متمرکز، اینقدر صنایع غیر متمرکز، اینقدر پیچیده و اون زنجیره تامین تو در تو در هم هست که هیچ ذهن متمرکزی نمیتونه همه این دانش رو یک جا جمع بکنه و بگه خب با توجه به برآیند همین ها تصمیم میگیرم نرخ بهره زیاد بشه، تصمیم میگیریم نرخ بهره کم بشه. اصلا این که ما بیایم و این تصمیم رو بگیریم به نوعی خودش عبث، یعنی این که ما میدونیم، ما آگاهی داریم و تسلط کامل بر این حوزه داریم و بقیه نمیدونن، هر کسی مخالف رو نمیدونن، در صورتی که اینجور قضایی، این که حالا مثلا نرخ ارز چجوری باشه، این که نمیدونم نرخ بهره چجوری باشه، این رو باید بازار تعیین کنه، بازار آزاد تعیین کنه و به تبع اون تجارت، حالا از داخل به بیرون یا از بیرون به از بیرون به داخل، این دیگه چیزی که اقتصاد نشون بده، این چیزی که واقعیت ماجرا نشون بده. هر چی که ما بیایم اینجا بخوایم مانع باشیم، بخوایم سعی کنیم که ما تعیینش بکنیم، یک دخالت در اقتصاد، یک دخالت در بازار آزاده و قطعا نتیجهش میشه تداخل توی زنجیره تامین، توی اون اقتصادی که داره شکوفا میشه و قطعا روی آینده ما اثر بذاره، همونجوری که داریم نمونه های عینیش رو مراتب توی کشورهای مختلف و توی کشور خودمون میبینیم. کاملا درسته. یه چیزی هم استنبط میگفت که توهم نبوغ دارن یا و شهوت کنترل چیزی چون این، حالا یه طوری به هر حال چیزی به این معنی هست که آره یه چنین تصوری دارن و به خاطر همین تصور هم هست که این اجازه رو به خودشون میدن که بیان این تغییرات رو ایجاد بکنن و این تغییرات هم تأثیر شگرفی در زندگی انسان ها میذاره. که یه چیز جالبی که سفید ناموس خیلی بهش اشاره میکنه، من کلا توی مبحث اقتصاد اتریشی ترجیح زمانی هست که دیدم توی پادکستت هم بهش اشاره کردی، که حالا صحبت کردن در این زمینه، چون که خودم حالا از نظر خودم ترجیح زمانی یکی از باز شدن دیدم به این قضیه، خودم توی بیت کوین صرفا باش آشنا نشدم، قبل از اون بود توی کلاس‌های دانشگاهمون بود، اما طوری که بیت کوین این رو برای من نشون به من نشون داد و برام تغییر داد، میتونم بگم یکی از بزرگترین هدیه های بیت کوین به من بود، که من حالا به این سوال میرسونه که برای تو بیت کوین و آشنا شدن با اقتصاد اتریشی چه تغییراتی در سد مهدی ایجاد کرد که تو رو از اون سد مهدی پیش از اقتصاد اتریشی، پیش از بیت کوین، حالا بهتر به سوالو حالا محدود بکنم به بیت کوین، منحصرا در مورد بیت کوین بپرسم، سد مهدی قبل از بیت کوین با سد مهدی بعد از بیت کوین چه تغییری توشون مشاهده میشه و کدوم تغییر برای تو از همه ملموس‌تر و قابل دیدتره؟ ببینید دقیقاً اینجا همون جایی که میگم سیمبل مهم نیست، بیت کوین مهم نیست و اون معنا و مفهوم خیلی مهمه، شاید جواب بعضی سوالا آسون نباشه، توی یک جمله، توی یک کلمه نشه به اونا رو بگی، باید ساعت ها راجع به شرط هست، ولی خب مهمترین چیزی که مهمترین هدیه که من از طرف بیتکوین دریافت کردم تغییر نگرشم بود نسبت به دنیا، نسبت به اینکه واقعیت اون چیزی که همگان فکر میکنن. من قبل از بیتکوین فکر میکردم که ما باید یک راننده داشته باشیم، یک فرد داشته باشیم، اون فرد یک دیکتاتور خیرخواه باشه و اون دیکتاتور خیرخواه باید بیاد و همه مشکلات ما رو در این زمینه ها حل بکنه و بعدش که حالا ما به اون در منزل مقصود برسیم. ولی بعد از بیت کوین متوجه شدم که نه، اصلا اینجور نیست، ما باید قطعا اشتباه بکنیم، اینقدر بهای اشتباه های خودمون رو بدیم تا در نهایت به یک موفقیت برسیم. مهمترین چیزی که من از بیت کوین یاد گرفتم این بینش و نگرش فردیه. یک فصلی توی کتاب سیف الدین عموس هست به نام مسئولیت فردی و آزادی، فکر کنم فصل پنجم بود یا مثل فصل چند بود، این فصلی که از بی‌نظیرترین فصل‌ها برای زندگی من بود، چون به من نشون داد که نه، اون قدری هم که میگن دولت‌ها کلاهبردارند، به همون اندازه هم ما
در اشتباه، به همون اندازه هم ما منفعل عمل میکنیم. اینکه دولت ها کلاه بردارن نتیجه و بهای تصمیم های ما آدم و برایند ما آدم ها هست، و اینو متوجه شدم که واقعا بهای انتخاب می داریم. ما مسئولیت های فردی خودمون رو شونه خالی میکنیم، بذاریمشون کنار و به تبع میایم دنبال یک دیکتاتور خیرخواه میگردیم، در حالتی که در یک دنیای واقعی دنبال این بود باشیم که مسئولیت های فردی خودمون رو بر عهده بگیریم و در ازای اون مسئولیت های فردی حقوق مثل آزادی داشته باشیم، حقوق مثل اختیار داشته باشیم، چیزایی که واقعا ارزشمنده اگر تو عمق اونا پی ببریم. حالا یکم جواب این سوال رو که میخوام مطرح بکنم توی پادکستم جوابم رو به طرزی گرفتم، ولی حالا بهتر و مستقیم تر میخوام بدونم، آیا ضرورت چیزی به عنوان دولت رو تو احساس میکنی، یا به نظر تو میتونیم جامعه‌ای داشته باشیم که بدون داشتن یک ساختار دولت مرکزی بتونه فعالیت بکنه؟ اتفاقا این سوال هم جز همون سوال های بنیادی متفاوته که توی حالا مکینزیان ها و چیرشی ها رو متفاوت میکنه. یک مفهوم خیلی ساده است که میگه خب یه سری از کالاها کالاهای عمومی هستن، اصطلاحا مثل امنیت، مثل آموزش، مثل بهداشت، که یه جورای کالاهای شکسته، یه جورای این کالاهای عمومی هستن، و یه سری کالاها هم داریم، مثل بازارها هم داریم که بهشون میگن بازارهای شکسته بازاری، یعنی توی بازار آزاد شکست میخورن، دچار شکست بازار میشن. و در قالب اقتصاد کینزیانی میگه باید دولت بیاد سازماندهی کنه، مدیریت کنه کالاهای عمومی مثل حمل و نقل، مثل حالا اون راه ها، اون سیستم راهداری، اون بهداشت، امنیت و همسالهم به نوعی ایجاد بشه و اونها رو یه جورایی برای مردم درست بکنه. واقعیتش رو بخواید از نظر شخص مثل من، شاید 1 سال 6 ماه پیش میگم حتی دولت هم میتونه غیر متفکر باشه، ولی واقعا به نقل از آقای جوادی، دولت یکی از دستاوردهای بزرگ به نظر من، و واقعیتش یک سری از کالاها، حالا کالاهای عمومی واسه من تعریفش متفاوته، باید توسط دولت سازماندهی بشه و این تشکیل خود دولت هم از نتیجه یک بازار آزاد سالم مثل حالا یک دموکراسی شاید بهینه‌تر از دموکراسی فعلی میتونه پدید بیاد، و به نظر من وجودش لازمه. ما نمیتونیم همه چیز رو غیر متمرکز کنیم، چون اگر بخوایم همه چیز رو غیر متمرکز کنیم یه جورایی اون بهره‌وری و بهینه بودن کارمون میاد پایین. من معتقدم که باید وجود داشته باشه، ولی نه به شکل فعلی که به شدت گسترده هست. به قول یک نقلی بود از همون کتاب استاندارد بیت کوین، گفت در قرن 20 و ما قبل اون دولت به عنوان یک نهادی سنجیده میشد که وظیفش تأمین امنیت بود، وظیفش تأمین راه‌ها و به نوعی حالا بهداشت عمومی بود و نه دخالت در تک اجزای زندگی. باید قبول بکنیم که دولت‌ها الان دارن در تک اجزای زندگی ما دخالت میکنن، و این دولت به این شیوه قطعا نه، ولی خب ماهیت دولت در یه حد و حدودی که حالا اون رو هم مردم تعیین میکنن که الان داریم میبینیمش، به نظر من لازمه وجود داشته. در مورد گستره اختیارات دولتی توضیحی دادی، حالا من میخوام در مورد گستره جغرافیایی هم بپرسم. اگر که حالا دولت رو ضروری میدونی، گستره جغرافیایی چطور؟ مثلا ما یه کشور مثل ایران داریم، یه کشور مثل فرانسه داریم، یه کشور مثل لهستان داریم که خیلی کوچیکن، کشورهایی دارن که باید که روی این نقشه‌های جغرافیایی به راحتی نمیشه دیدشون. تو چه وسعت جغرافیایی رو بهینه می‌بینی برای دولت‌ها؟ مثلا یه دولت بزرگ برای یک جایی مثل بزرگ مثل ایران حاکم هست، به نظر تو باید این کوچیک‌تر باشه یا وسعت؟ کلا دیدت نسبت به وسعت چیه؟ مسئله مطرحی هست یا وسط جغرافیایی منظورم هست، مسئله مطرحی هست، مسئله مطرحی نیست؟ یا یک کشور مثل آمریکا رو در نظر بگیریم، مثلا خودش یه قاره است، کشور مثل روسیه رو در نظر بگیریم، اینها وسعت خیلی بزرگی دارن. در مورد وسعت جغرافیایی نظرت چی هست؟ ببین
من اتفاقا چند وقت پیش داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردیم و در نهایت یک سوال خیلی مهم رسیدیم، شاید حالا بی ربط مسئله وسط بشه ولی یه مقدار توضیح بدم میرسیم بهش. اینکه در نهایت بعد از اون بحثمون به یک سوال خیلی مهم رسیدیم، اینکه آیا دموکراسی نتیجه رسیدن به توسعه است یا راه رسیدن به توسعه؟ و در پس اون سوال خیلی مباحث زیادی واسه ما مطرح میشه که آیا خب به حال این گستری اختیارات دولت ها چجوری باشه، اصلا این دموکراسی فعلی واقعا دموکراسی که ما رو به اون سرمنزل مقصود میرسونه نمیرسونه. حالا آیا من خیلی وقتا پیش خودم هم سوال مطرح میشه، میگم خب فرضاً یک سری آدم ها هستن مثل کردای عزیزمون توی 4 تا کشور یک سیطره جغرافیایی کنار همدیگه هستن، خیلی تمایل دارن که با هم یک حکومت تشکیل بدن، نمیدونم از این ور ترکا هستن از اون ور عربا هستن و ما خیلی قومیت های مختلفی توی کشورمون داریم که خب بنابراین داده های مختلف اون میل به تجزیه طلبی هم زیاده توی نه تنها کشور ما، حالا توی کشورهای مختلف موضوع برخلاف توی کشور ما حالا یه مقدار زیادتر چون تنوع هم زیاده آره وسعت بالایی هم واقعیت از اون سوالی که من نمیتونم پاسخ بدم چون دانشی نسبت بهش ندارم، ولی شاید بخوام یک سوال جواب خیلی ساده و سرراست بدم، همون حرف آقای جوادی، ما از نبوغمون یاد نمیگیریم از اشتباهاتمون یاد میگیریم، بالاخره شاید روزی بفهمیم که آقای اشتباه بوده، مردم خودشون به این نتیجه برسن و بنا نه تنها در کشور ما در همه دنیا اون آدما به این نتیجه برسن، به این درک برسن که خب ما باید جدا بشیم از این کشور، خودمون یک حکومت تشکیل بدیم، خودمون اختیاراتمون دولت رو تعیین بکنیم و به یک نتیجه برسیم. همونجور که داریم شاهدش هستیم، سال 2014 مردم کرینه و دو تای از ایالت‌های اوکراین به میل به استقلال دادن، به حساب توی کم و پرسی می‌خواستن مستقل بشن، کرینه موفق شد مستقل بشه به عنوان یک حکومت خودمختار زیر نظر روسیه و اون دو تا ایالت که الان به حساب جمهوری بودن خودشون اعلام کردن، اونا هم همین نظر داشتن، اون موقع موفق نشدن الان موفق شدن هرچند زیر نظر روسیه، ولی خب بالاخره بهای تصمیم هایی که گرفتن رو خواهند داد، شاید اصلا مردم گول خورده باشه، شاید اصلا اون آگاهی رو به اشتباه به دست آورده باشن، ولی خب قطعاً بعد از این مدت بعد از چندین سال هر چند فرایند کند و زمان بر متوجه این قضیه خواهم شد. از اون جور مسائلی که نمیشه راحتی راجبش نظر داد، منم دانشم واقعا دیدی نیست که بخوام تو این زمینه حداقل دید زیادی داشته باشم، شاید تنها پاسخم اینه که اینو مردم تعیین میکنن و اگرم اشتباه بکنن در نهایت از اشتباهشون درس میگیرن و روزی بهتر از امروز عمل میکنن. یکی از شروع پادکست که دوست دارم اینه که میگه هدف ما ایجاد سوال های بیشتر هست. این رو هم خیلی شعار جالبی هست که پادکستتو باهات شروع میکنی و به نظر من همین هم مسئولیت مهمی هست. ممکنه برای بعض چیزا پاسخ قطعی نداشته باشیم، ولی ایجاد همون سوال هم میتونه یه هدیه هایی رو با خودش داشته باشه، یه مزایایی رو با خودش داشته باشه. خوبه که به یه سری مسائل حتی اگر که جواب قطعی هم نداریم و شاید احتمال جواب قطعی رسیدن بهشون هم نباشه، باز در موردشون فکر بکنیم و این یکی از شعارهای خیلی جالب پادکسته که خیلی دوستش دارم. و در مورد پادکست بیشتر بخوام بگم، اینکه ساختارمند هست رو هم دوست دارم. حالا فکر میکنم تو از قبل متن رو آماده میکنی یا یه کلیت رو آماده میکنی؟ در مورد آماده سازی پادکستت هم یه توضیح میدی که به چه شکل پادکستت رو ضبط میکنی؟ واقعیتش پادکست ما کلن توی 3 تا حوزه، یعنی 3 تا زیرشاخه میتونم تعریفش کنم. یکی جنرال های بیزانسی که مصاحبه با افراد مطرح هست، تو این به حساب جنرال‌های بیزانسی کاری که ما انجام میدیم به نوعی مثل همین مصاحبه خودمون خواهد بود و یه جورایی من یکی از چالش‌های بزرگم چون به صورت اینترنتی ضبط بشه اون کیفیتی که قاعدتا توی استودیو میتونیم از یک
دیالوگ دو نفر داشته باشیم رو نداریم. بنابراین به طرف مقابلم خیلی مثلا میگم که بتونه صداش رو ضبط بکنه و این رو تدوین میکنم. فرآیند تدوینش خیلی فرآیند زمانبری است، ولی سعی میکنم که بهترین کیفیت رو ایجاد بکنم که به نوعی مخاطب ترغیب باشه بتونه این محتوا رو گوش بده. چون یه سری مطالب هر چه خرج هم خشنگ باشه، وقتی در محتوای صوتی باشه اگر خوشش نیاد 5 دقیقه اول رو ممکن اصلا دنبالش نره دیگه، حوصله‌اش نذاره دیگه. ولی اگه کیفیت ملموسی باشه، طرف راضی میشه به اینکه من گوش بدم تا انتها. این یه بخش از به حساب سختی این پادکسته و خب اوکی میکنیمش تا الان. بخش دوم پادکست مطالبی که حالا خودم عنوان میکنم، خودم راوی هستم، که عموما یک متن رو از قبل تنظیم میکنم، حالا با توجه به پژوهش‌ها، تحقیق‌ها و منابع مختلفی که دارم به یک جمع‌بندی در مورد اون متن میرسم، متنش رو آماده میکنم. حدود اصلا مهمترین بخش ماجرا تقریبا همین آماده کردن متن و اون فهوای کلام به طریقی که جور مخاطب پسند باشه، و به نوعی بعد از اون میام سراغ و حالا ضبطش. و زیرساخی سوم هم پادکست ما داره زوروان نیوزه، که به نوعی اخبار رو قصد داریم بیان کنیم، ولی نه به شیوهی که حالا عامیانه تره. به جورایی شاید پادکست خبری دیدیم که میان خبرها رو تعریف میکنن، اتفاقات رو تعریف میکنن، ولی ما نه، یک سر تایتل رو، یک موضوع رو، یک عنوان بود که حالا یه مقدار توی اون بازه زمانی بیشتر ازش صحبت میشه و انتخاب میکنیم اگه واسمون جالب باشه، و میایم راجع به اون از لحاظ کلی فلسفی و فلسفی اون سال، اصلا که اون این خبر از کجا نشأت گرفته میشه، یه مقدار ریزبینانه تر و جزئی تر اون موضوع رو بررسی میکنیم تا ببینیم که واقعیت این خبر آیا اصلا خبره یا نه یه داستان ساخته شده است. برای مثال اگر به بخش زوروان نیوز ببرید، ما در مورد نرخ بهره قبلا صحبت کردیم، در مورد نمیدونم اهمیت نودها صحبت کردیم، و این کاری که مشترک است با مدرسه بیت کوین و سینا با هم انجامش میدیم، این بخش رو که خیلی فکر کنم بخش دوست داشتنی و قشنگیه. و یه چیزی هم که توی پادکستت کلا دوست دارم، طنزت هست، خیلی تعقیب کننده است و طنز جالبی داری. در مورد کتاب هایی که گفتی، کتاب هایی که خوندی گفتی، حالا یه لیست از کتاب های مربوط به این حوزه رو میتونی معرفی بکنی به طور کل؟ حالا اگر باز هم همون ها هستن تکرارشون بکنی، یک شب باشن خوبه، و حتی اگر کتابی نامربوط به اقتصادی بیت کوین داری میخونی و اون رو توصیه میکنی، اون رو هم همینجا خوشحال میشم که معرفی بکنی. اگه بخوام به ترتیب اولویت بگم، یه لحظه فقط پادکست رو هم میتونی اضافه بکنی، کتاب، پادکست، منبع به طور کلی. آره، اگه بخوام به صورت کلی بگم شاید بهتر باشه که یک رای اولویت بندیشون کنم که از اول شروع بشه بهتر شده، که من خودم زمانی که رفتم سراغ دنبال منابع، آدمایی بودن که یه سری کتاب‌های رو معرفی کردن که خیلی کتاب‌های عالی بود، ولی در اون زمان در ابتدایی را وقتی بری سراغ این کتاب بیشتر دل زده میشه، بیشتر اونقدر اون مفاهیم برای ذهن پیچیده هست که اصلا نمیتونی درکشون بکنی. بنابراین من اول توصیه میکنم که همگان از یک کتاب کینزیانی، حالا کینزیانی هم منصورت نیست، واقعا نویسنده شاید کینزیان باشه، یک اقتصاددان ایرانی است به نام آقای دکتر علی سرزنی، یک کتابی داره به اسم کتاب اقتصاد برای همه. این کتاب شاید تقدر در مورد مشکلات اقتصاد ایران صحبت بکنه، ولی خیلی از مفاهیم ساده اقتصادی رو بیان میکنه، خیلی ساده، خیلی ترتمیز بیانش میکنه، و اینقدر نثر روان و شیوایی داره که ذهن آدم رو یه مقدار باز میکنه نسبت به مسئله. همزمان با این به حساب منبع پادکستی هست، پادکستی نمیشه گفت، یه کانالی هست به نام کانال وقایع اقتصادیه از دکتر پویا ناظران. دکتر پویا ناظران هم یه جورایی با توجه به شناختی که ازشون دارم یک انسان کینزیانی میتونه هستن، و اصلا تخصصشون در آمریکا کلا اعتبار سنجی توی حوزه مالیه.
ولی واقعیتش ایشون اونقدر دانش زیادی دارن، اونقدر به حساب گستردگی مطالبی که بلد هستن و بیان میکنن زیاده، و خود ایشون اصلا باعث شد که من از یه جایی به بعد با اون تعصب کورکورانه نسبت به اقتصاد کینزیانی صحبت نکنم، یه مقدار بیام از دید به حساب کنجکاوانه هم بهش نگاه کنم، سعی کنم مثلا همون رو هم کند و کاف کنم ببینم اون چیه. این مطلب رو هم اضافه کنم که وقایع اقتصادی، کانال وقایع اقتصادی به شدت ذهن آدم رو باز میکنه. شاید حالا تو حوزه پولی اونقدر صحبت نشده باشه، ولی در حوزه های مختلف اهمیت بازار آزاد رو ما نشون میده. و بعد از این دوتا کتاب سیف الدین آموس به شدت کتاب خوبیه، کتاب استاندارد بیت کوین، که اونجایی که دیگه قشنگ میتونید مفاهیم رو پیدا بکنید، بفهمید چی بود، چی شد و چه خواهد شد. و بعد از اون هم کتاب پول خصوصیه. کتاب پول خصوصی دیگه حالا میتونه در نهایت بعد از گذر از این 4-5 کتاب به این قضیه یه مقداری در حد مبتدیانه یک پایانی بده. کتاب های خیلی زیادتر دیگه هم هست که حالا از آقای فون میزس و امثال هم، ولی دیگه اون کتاب های مقدار پیچیده تر هستن، یه مقدار نیازمند علاقه بیشتره. من فکر کنم همین منابع رو هم آدمایی که حد داخل علاقه داشته باشن پیگیری بکنن، سوالات زیادی واسهشون ایجاد میشه. و یه کتاب غیر حالا اقتصادی هم بخوام معرفی کنم، کتاب توری انتخاب از دکتر ویلیام گلاسر، یه حوزه روانشناسیه ولی واقعیت دنیای ما رو خیلی بهتر نشون میده، واقعیت خود ما رو بهتر نشون میده. اینکه حالا من میگم انتخاب های ما خیلی مهمه و ما خیلی از تصمیماتی که توی زندگی میگیریم، خیلی از اتفاقاتی که توی زندگی واسه ما میفته، بهای همین تصمیم هاست. این خود ما هستیم که باید انتخاب بکنیم. خیلی با اون نگرش ذهنی من انطباق داره، با اون کتاب هایی که از حوزه اقتصادی معرفی کردن انطباق داره و به شدت به نظر من منو به سمت اون ارزش آزادی، ارزش اختیار میرسونه. این کتاب رو هم خیلی دوست دارم. دست درد نکنه. حالا در مورد این هم بگو که کجا افراد میتونن تو رو دنبال بکنن؟ حالا پادکست زوروان رو که بهش اشاره کردیم، به جز پادکست توی چه محیط هایی میشه تو رو دنبال کرد و میشه ازت حمایت کرد؟ عرض به خدمت شما بشه، اولا ممنون بابت این که حالا به تو کلی دعوت کردیم، فرصت شد گپ سرمانهی بزنیم. من به جز حالا پادکست زوروان توی توییتر هم با همین آیدی سید مهدی و اینستاگرام هم همین اکانت سید مهدی فعال هستم. و توی حالا اینستاگرام بیشتر چون یک محیط حالا دوستانه طوری هست و پابلیک تره و کلن هم افرادی که باشون به صورت کلی در ارتباط هستن آدم های اقتصادی و پولی نیستن، آدم های زندگی هستن دیگه، سعی میکنم این مقدار توی اون فضا حالا با سلسله استوری های یه مقداری افراد رو مشتاق کنم به مطالعه، مشتاق کنم به حساب کندوکاف توی مسائل اقتصادی. اون فضا هم یه مقداری با همین آیدی سید مهدی یه ذره فعالیت دارم، ولی خب مهمترین رسانه من که خودتون هم میدونید زوروانه، که در تلاشم واقعا اون مباحث مدنظرم رو یه جورایی تحمیل که نمیشه گفت، یه جورایی نشون بدم، همون سوالات رو واسه افراد ایجاد بکنم. و حالا آخر سالم هست، یه موقع خیلی خوبی هست که سیدم که هست، یه دعا میخوام برامون بکنی. انشالله که خداوند همه ما را آدم کنه. دعای همیشه دقیقا همینو میخواستم اصلا همینو پرسیدم. دست درد نکنه. ممنون. آره امیدوارم که ممنونم از شما عزیزم. من ببینم یه دیدار دوباره میتونم باهات داشته باشم، تصویری میتونم بکنم یا نه. آها بعد. خیلی ممنون که وقت گذاشتی و این چالش رو هم میپذیریم که این رو قبل از تحویل سال، من که حالا موعدی که دارم پایان امروزه، این پادکست رو هم به صورت ویدیویی هم صوتی
داغ از تنور در اومده در اختیار عزیزان قرار بدیم. سید مهدی ممنون و شنوندگان و بینندگان عزیز ممنون. پیروز کامیاب باشید.